ارژن بی ام اس تقدیم می کند. صد پرسش، صد پاسخ. پرسش 18. عالم محتاج به نفسات روح القدس است، یکی از تعالیم بهایی است. این تعلیم چیست و چگونه کار می کند؟ بعد از فهم این تعلیم چه تغییری ممکن است حاصل شود؟ با آرزوی شادی برای شما شنوندگان عزیز، بنده وحید خرسندی هستم. این تعلیم تا حدی که ما متوجه میشیم چند وجه داره. شاید اولین وجهش این باشه که در مقابل سابقه تاریخی که از دوران رنسانس به وجود اومد و انسان رو غیر محتاج به هیچ نیروی خارج از وجود خودش در نظر گرفت، یعنی گفت که انسان دیگه خدا را برداشته و خودش به جای او قرار گرفته، به انسان یادآوری می کند که عالم انسانی محتاج نوعی هدایت، یاری و تایید الهی است و انسان به تنهایی خودش برای حل همه آنچه که از فعالیت بی رویه خودش حاصل کرده کافی نیست و سیر حیات بشری در اطراف ما هم همین رو نشان می‌دهد که خودخواهی انسانی باید به وسیله عامل دیگری غیر از خود انسان محدود بشه و تغییر بکنه که ما اسمش رو می‌گذاریم دین. پس دنیا محتاج نفسات روح القدس است. به یک معنا این است که جامعه انسانی نمی‌تواند بدون نقش مهم هدایت کننده تعییدات الهی و هدایت الهی که به صورت پیامبران در هر زمان ظاهر میشه به سعادت حقیقی خودش برسه. شاید اگر دیدمون رو وسیع تر بکنیم و به یاد بیاریم که از لحاظ فیزیکی، از لحاظ حساب احتمالات، هر مرحله حیات ما در عالم وجود احتمالی در حدود 1 به میلیون و میلیارد داره، یعنی به وجود آمدن یک کره قابل زیست در کنار یک سیاره در یک سایز مخصوص و بعد به وجود آمدن حیات در اون و جو و و و و هزاران چیز دیگری که ما رو در این کره خاکی به مرحله فعلی رسونده، هر کدومشان از لحاظ احتمالات 1 به میلیارد و 1 به میلیون شانس داشتند و ما الان اینجا هستیم، به مرحله مهمتری فکرمون برسه و اون این که کل عالم وجود نشان یک اراده هدایتگری را در خودش داره. این چنین نیست که بر اثر تصادف و احتمالات همه چیز به این قشنگی در بیاد. یک وقتی مثال می زدن که شما از کنار هم گذاشتن یه سری حروف و دادن اون به دست مثلا باد یا یک موجودی امثال اون، یک منظومه از هومر یا شکسپیر رو به دست نمی آورید و تقریبا شانس حیات فعلی ما در جهان همین حدوده. پس وقتی می گوییم دنیا محتاج نفسات روح القدس است، یعنی قبول داریم که هم در حیات مادی و هم در حیات اجتماعی و فکری ما نوعی نیروی هدایتگر وجود داره. این نیروی هدایتگر چه ما بفهمیم و چه نفهمیم، چه اسمش رو بگذاریم قوانین طبیعت، چه اسمش رو بگذاریم احتمالاتی که همه در یک جهت خاص انجام شده، ولی وجود داره و این وجود اولین خاصیتش این است که انسان را از اون غرور مخرب خودش دور بکنه. این تعلیم چطور کار میکنه؟ این تعلیم در مهمترین حالتش به یاد ما میاره که لحظه لحظه حیات ما در کره خاکی مدیون لطف و هدایت یک نیروی بزرگتره و به این جهت انسانی که چنین فکر بکنه و چنین تعلیم ببینه و این تعلیم در اعماق ذهنش جایگزین بشه، با خودخواهی خودش
غرور خودش و بیتوجهی خودش به اراده الهی باعث نابودی حیات روحانی خودش، حیات مادی اطرافیان خودش و زیست بوم خودش نخواهد بود. عالم محتاج نفسات روح القدس است، نشان اراده الهی و خضوع انسانی رو با خودش دارد.